بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف نهم امیدوارم که جور و سعدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون شیرین ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید <متصفيق> شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی رو با هم دیگه میخوانیم درست است و فصل چندم هستیم فصل هفتم بسیار فصل مهمی است این فصل باید بسیار خوب یاد بگیرید صحیح خب معادلات یک مجهوله درجه دوم و درس چهارم ما و شما میشه درست است اما عنوانی که ما و شما امروز با هم دیگه میخوانیم حل معادلات درجه دوم یک مجهوله یا یک متحوله به روش تجزیه پس است پس ما شما اگر یادتان باشد معادله درجه دوم یک یک مجهوله یا یک متولی گفتیم که گفتیم از این به بعد فقط میگه معادله درجه دوم میفهمیم که معادله درجه دوم یک متولی منظور ما و شما است خب اما روش های حل از گفتیم که حل کردن از اگر یادتان باشد ما و شما میتونستیم حدس بزنیم با آزمون خطا پیش مرفتم. می رفتیم می گفتیم x جواب از این معادله است مثلا x مساوی با یک جواب از معادله است یعنی می رفتیم چک میکردیم حساب میکردیم قیمت گذاری میکردیم میدیدیم اگر مساوی برقرار میشد می گفتیم جواب معادله است اگر نمیشد میگفتیم جواب معادله نیست و دیدیم که رای آسانی نبود رای خوبی نبود سیست چون ممکنه جواب ما و شما به راحتی پیدا نشود اما دنبال راه های متفاوتی گفتیم روش های حل معادله درجه دومه اگر یادتان باشد یک روش خواندیم روش چی روش درس قبلی ما و شما روش هندسی خواندیم دیدیم که با روش هندسی میتونیم دریافت کنیم یعنی ما بیایم او را به شکل دو تا رابطه یک تا رابطه غیر خطی یک تا رابطه خطی نوشته میکنیم در یک سیستم میماندیم اگر یادتان باشد نه و گراف از را رسم میکردیم با توجه به گراف جایی که دو تا گراف همدیگر قد میکنن میگفتیم چی است جواب ما شما میشه اگر قد نمیکردن میگفتیم معادله جواب ندارد اگر در دو نقطه قطع میکردن میگفتیم دو تا جواب دارد اگر در یک نقطه قد کنن میگفتیم یک تا جواب دارد صحیح یا تا نفس درس گذشته ما شما بود ولی روش هندسی هم روش بسیار خوبی نبود چرا چون هم ما و شما باید بیام چی کنیم او گراف ها دقیق رسم کنیم هم رسم کردن از زمان زیادی میبره و هم باید بسیار دقیق رسم کنیم و جواب بتونیم دریافت کنیم درست است اما روشی که امروز میخوانیم روش بسیار روش بسیار, بسیار بسیار مهم و روش خوبی است که ما و شما خیلی آسان میتونیم چی کنیم شاگرد عزیز معادله درجه دوم کار کنیم و جوابش دریافت کنیم البته روش دوم هم این روشی که میخوایم، روش تجزیر که میخوانیم باز همه معادلات با ما کار کرده نمیتونه فقط معادلاتی که باید تجزیه شود حال می گیم چی می تجزیه رو میگیم چیست سر تخته گفتیم میگم تجزیه چیست پس روش تجزیه هم روش خوبی است روش بسیار خوبی است ولی همه معادلات با ما و شما کار کرده نمیتونه همه معادلات حل کرده نمیتونه فقط معادلاتی که شاگرد عزیز که بتونیم تجزیه کنیم صحیح خب شاگرد عزیز گرامی اما ما و شما روش تجزیه رو باید بسیار خوب یاد بگیریم چرا چون که ما و شما در صنفهای بعد ما و شما این روش معادله زیاد پیش ما و شما میاد در سوال کار میکنه معادله درجه دو به یک معادله درجه دو برمیخوریم سایست با دور کار کنیم و بهترین روش روش تجزیه است اگر بتونیم با تجزیه کار کنیم اگر نشد باز با دیگر روش رو کار میکنیم صحیح پس اولین انتخاب ما و شما چی است در حل معادله درجه دوم روش تجزیه است پس میریم سر تخته و درس شروع. البته قبلی که بریم درس رو شروع کنیم کارخانگی ره به ما روان کردین یا یعنی؟ نه از طریق چه روان میکردین از طریق واتساپ نمبرشم ۲۹۶ 78 ۲۵۵ ۴1 خب شاگرداین عزیز و گرامی پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما با شما چی است؟ حل معادله درجه دوم یک متحول یا یک مجهوله به روش تجزیه پس ما اول شاگرد عزیز میام تجزیه رو براتون تم چی است تجزیه رو براتون تعریف میکنم و چند افاده رو تجزیه میکنیم و بعد میره معادله درجه دوم با اون کار میکنه درست است پس تجزیه رو من نوشتم میکنم خب شاگرد عزیز تجزیه چی است؟ تجربه میگیم که اگر یک افاده الجبری منظور از افاده الجبری ما شما همون پولینوم هاست اگر یادتان باشه خوان دیگه گفتیم افاده الجبری ناطق و غیر ناطق هم داریم که وارد ما در سنف بد میخوانیم فعلا وقتی میگیم افاده الجبری منظور ما شما همون پولینوم ها یا چند حده هاست پس میگیم که اگر شکر دقت کنیم یک افاده الجبری را به صورت دقت کنید ضرب دو یا چند افاده الجبری با درجه کمتر درجه رو خب میفهمین شاگرد از نست دیگه درجه هم گفتیم بلنتین توان متحول ما و شما میشه درجه از او درست است پس تجزیه اگر یک افاده الجبری را اگر اگه فاده الجبری را به صورت ضرب دو یا چند دو تا سه تا چهار تا فرق نمیکنه کنه دو تا دیگر کمتر نشو است به صورت ضرب ضرب دقت کنید ضرب باید بینش باشه به صورت ضرب دو یا چند فاده الجبری با درجه کمتر بنویسیم میگوییم که آن را تجزیه کرده ایم میگوییم که آن را چی کردیم عزیز تجزیه کرده ایم و خب تجزیه هم که خب معنای تجزیه خود خب میفهمون جدا جدا کردن میگه تجزیه کردن درست است پس ما و شما یک فاده الجبری را بش جدا میکنیم به شکل ضرب دو تا افاده الجبری اگر نوشته کنیم میگیم تجزیه کردیم خب حال تجزیه چرا رقم تجزیه کنیم خود خب خود معنای تجزیه را فهمیدیم اما روش های خود تجزیه دقت کنید روش های تجزیه ما و شما بخویم تج... یک افاده الجبری به ما و شما میتونیم میگه شما تجزیه کنید ما از کدام روش رو باید حساب بس ما دوباره نوشته کنیم روش های تجزیه بر روش به ما یک افاده الجبری ما و شما داده باشه بگیر تجزیه کنید ما دو روش داریم که اون رو میتونیم تجزیه کنیم اول چی است مطابقت ها مطابقت ها درس های گذشته ما و شما نه خواندیم دیگه مطابقت ها ما و شما چند نوع مطابقت خواندیم سه نوع خواندیم مطابقت مربع دو حد ده. مطابقت مزدوج یا تفاضل مربعات و مطابقت یک حده مشترک اگر یاد تماشه این سه مطابقت رو ما و شما خواندیم بسیار مهم بود از این سه کمک میگیریم و میتونیم یک افاده الجبری را تجزیه کنیم است؟ خب و روش دوم تجزیه چی است؟ روش دوم تجزیه برش میگیم فکتورگیری یا مشترکگیری گیری یا مشترک گیری؟ گیری برش میگیم سیست و ایرا در سنف اشتم خوندیم اگر یادتان باشد فکتور یا مشتری گیری در صنف اشتم ما و شما خوندیم خب پس دقت کن شاگرده عزیز من فعلا معادل درجه کار نکردم فقط تجزیه را گفتم چی است خود تجزیه اگر یک افاده الجبری را به صورت ضرب دو یا چند افاده الجبری با درجه کمتر نوشته کنیم میگوییم که آن را تجزیه کردیم خب حالا چرا خمیر کار میکنیم یعنی دو روش روش های تجزیه یا مطابقت ها باید استفاده کنیم یا فاکتورگیری سعی از این هر دو ما اگر استفاده کنیم میتونیم افاده الجبری را تجزیه کنیم خب تجزیه که ما چند مثال کار میکنیم تجزیه رو میفهمیم بعد اول که تجزیه رو فهمیدیم میریم معادله درجه دوم با تجزیه حل میکنیم سیست پس ما تختر پاک میکنم چند نفاده الجبری رو اول تجزیه میکنیم بعد می‌ریم سر وقت چی معادلات درجه دوم درست است شاگرد عزیز پس ما تختر پاک میکنم چند تا نفاده الجبری نوشتن میکنم و وارد تجزیه میکنم هم از مطابقت ها مثال کار میکنیم که بفهمیم هم از فاکتورگیری که در سنف گذشته بوده که یادتون بیاید درست است شاگرد عزیز و گرامی مثال دقت کنید مثال افاده های زیل را تجزیه کنید پس افاده های زیل را چه کنید شاگرد عزیز؟ تجزیه کنید خب چند مثال کار میکنیم که تجزیه رو بفاهمیم خب اولش اکس مربع منفی نو یک افاده الجبی داریم درجه چند است شاگرد عزیز بلندترین توان اکس است یک تا خو بیشتر نداره بلنترین توان و ما و, و شما دو است پس یک افاده الجبری درجه دوم یا یک پولینوم درجه دوم است خب گفتیم که تجزیه می‌کنیم. تجزیه گفتیم میره باید به با شکل ضرب دو یا چند افاده الجبری نوشته کنیم که درجهش از درجه دو کمتر باشد یعنی درجه یک باید باشد از دو کمتر یک میشه درجه یک خب اینا چرا چرخم کار میکنیم گفتیم راه های تجزیه چی یا مطابقت است یا فاکتورگیری خب این که مطابقت است اینو میفهمیم اگه یاتون باشد کدام مطابقت است مطابقت نو اول نه اول چی بود تفاضل مربعات یا مزدوج گفتیم فرمولش رو براتون نوشتم میکنم فرمولش در اینجا نوشتم میکنم به بود e مربع منفی b مربع اگر باشد میشه e جمع در e منفی بی ای بود مطابقت مزدوج یا تفاضل مربعات ای مربع منفی بی مربع اگر باشد دقت کنید اردوش بود مربع جدا جدا داشته باشه ببینید با منفی باشد دقیقاً یک ماوش مربع در اما نو ماوش نو که مربع ندارد ولی خو نو رو میتونیم نوشته کنیم سه مربع بله آفرین پس من به جای نو نوشتم میکنم سه مربع چون سه مربع اما نو میشه دیگه صحیح خب آلی دقیقاً به این شکل شده پس تبدیل میشه به دو قوس و بینش هم چی ضرب است پس دو قوس داریم و چی شده توان مربعش توان دوش بگیرد نوشته که یک بار بینش مثبت یک بار بینش منفی پس این میشه x مثبت 3 در x منفی c. پس ما هر چه کردم شاگرد عزیز اینو تجزیه کردم بسیار آسان و شکل در اینجا چی هست شاگرد بین دو چی ضرب است و شکل ضرب دو افاده الجبری با درجه کمتر از دو درجه کمتر از دو میشه یک نوشته کردن پس چی شد تجزیه پس مثال اول بسیار آسان از مطابقت تفاضل مربعات این فرمول یادتون باشه صحیح است چی بود تفاضل مربعات یعنی فرمول فرمول مطابقت تفاضل مربعات یا مزدوج برش میگفتیم استفاده کردم مثال دوم دقت کن شاگرد عزیز با ما شما به داده x مربع منفی x منفی c خب این هم ما شما داده گفته ایرم تجریه کنید x مربع منفی x x در پشت سر شده 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 شاگرد یک است پس منفی یک x بوده در اصل درست است و منفی c خب این اگه یاتون که کدام مطابقت است؟ یک از مطابقت استفاده میشه. مطابقت تفاضل مربعات نیست. تفاضل مربعات باید فقط دو تا عدد، دو تا حد باشد که مربع داشته باشه. این سه تا حد داره. پس تفاضل مربعات نیست. پس چرا که ما شما تجزیه میکنیم؟ از کدام مطابقت است؟ مطابقت آفرین. یک حد مشترک. اگر یاتان یک حد مشترک گفتیم یک x مربع داریم، x داریم و یک عدد داریم. و باید چی کنیم؟ گفتیم زیر از این عدد آخر دو خط میکشیم. باید دو عدد دریافت کنی ضرب شوه یعنی عدد آخر و جمع از عدد شود عدد وسط عدد وسط ما شما چند است منفی یک است تا فکرتان باشه منفی از یک است صحیح است؟ خب چند چند سی میشه باید بگیم چند ضرب در چند دو پانزده سی میشه یک سی, سی میشه ضرب باید بسازیم نه شش پنج هم سی میشه سه ده هم سی میشه کدامش باید چک کنیم باید بریم ببینیم که کدامش دریافت میشه و کدام درست است از کجا میفهمیم با عنوان مثال دو اگر بونم دوی زبدر پانزه چند میشه؟ دو 15 میشه سی این علامه منفی است پس یک تازیه باید منفی باشه با نار من 15 منفی میمانم دو 15 میشه سی مثبت در منفی منفی تا اینجا سعی خب اما جمع از یه دو عدد باید عدد وسط شود منفی 15 جمع دو مثبت چی میشه؟ هم علامه نیستن از هم کم میشه میشه منفی 13 خب عدد وسط ما شما چند است؟ منفی است پس عدد ما شما غلط است باید دریافت کنیم که ضرب سی شود و جمعش منفی شود چند است؟ آفرین گفتن چند؟ آفرین پنج و شش پنج و شش پنج شش چند میشه سی و ضربش منفی شده پس یک تا از منفی بانیم کدام منفی بانیم؟ به با مثلا من پنج منفی میمانم پنج شش سی منفی در مثبت منفی تا اینجا خوصه است شش مثبت با پنج منفی چند میشه؟ هم علامه نیست باید اصلا کم شود میشه یک علامه عدد بزرگتر مثبت در حالی که یک منفی است. ده. پس پنج مثبت بوده شش منفی بوده سعیست؟ شش پنج سی مثبت در منفی منفی و جمع از یاردو هم علامه نیست هم کم میشه علامه عدد بزرگتر پس میشه منفی هک. پس حالی سهی شده دادایی ما و شما پس دو قوس جور میکنه برای ازی حد مشترک چی میشه حد مشترک ما شما ایکس میشه گفتیم معمول که زیر توان دو باشد هر چی باشه تحت توان دو باشه اما میشه حد مشترک ما شما ایکس و دو عدد دریافت کردیم مثبت پنج منفی 6 پس مثبت پنج و منفی 6 اینا درسای گذشته ما شما است پس پس ما فقط چی کردم یادآوری کردم پس شاگرد عزیز و گرامی اولی ره، افاده اولی رو با چی تجریه کردم با مطابقت تفاضل مربعات یا مزدوج و م... چه سوال دوم با چی کار کردم با مطابقت یک حد مشترک درست است فهمیدیم دیگه نه خب سوال سوم شاگرد از دقت کنید با مثال به ما شما داده 2x مربع جمع 6x خب اینو به ما شما داده گفته اینو شما چی کنید اینو تجزیه کنید خب این از مطابقت تفاضل مربعات است میگیم نخیر چون تفاضل مربع چی است ای مربع منفی بی مربع خب یک مربع دارد اما این شش ایکس مربع مربع ندارد تازه بینش مثبت است باید بینش با چی باشد منفی باشد پس یک تفاضل مربع نیست خب آیا یک حد مشترک است میگیم نه خیر چرا چون یک حد مشترک x2 دارد x دارد یک عدد ثابت دارد تنها دارد در آخر نه x2 x عدد ندارد پس چی است پس ای هم تف... هم یک حد مشترک نیست پس ای از مطابقت نمیشه این از چی است؟ ای از سنف است شاگرد عزیز از صنف قبل است چی هست مشترکگیری یا فکتورگیری. خب مشترکگیری چی هست مشترکگیری به این شکل شاگرد عزیز یعنی دو ایکس مربع در اصل چی بوده در اصل بوده دو زب در x زب در x. دو ایکس مربع ما این بر خود میشه دو زب در ایکس زب در x. و این شش ایکس چی بوده بوده دو ای. زب در سه ای. زب در x. چون دو سه میشه شش خب بین از یاردو چی مشترک است شاگرد عزیز میبینیم یک تا x مشترک است یک تا دو مشترک است یک x شاگرد عزیز و یک دو در اینجا یک x و یک دو مشترک است درست است خب همین مشترک ده گفتیم ده پشت نوشته می کنیم ده میکنیم می کنیم دو x مشترک نوشته می کنیم باز قوس باز می کنیم دو و x نوشته کردم از این هم دو و x گرفتیم خب غیر مشترک داخل قوس نوشته می کنیم غیر مشترک اول چی میشه x میشه یک تا x میمونه و بین شش علامه علامه مثبت است مثبت خب اول غیر مشترک از فقط سه است پس سه نوشته می کنم خلاص تجزیه شد بین ان دو ایکس و قوس چی هست؟ است هیچ علامه علامه ضرب است به شکل ضرب دو افاده الجبری با درجه کمتر نوشته کردیم پس سه مثال کار کردم شاگرد عزیز دو تایش از مطابقت چی شد تجزیه شد و دیگه آخری هم از فاکتورگیری یا مشترگیری تجزیه کردم درست است پس تجزیه رو فهمیدیم چند مثال هم برای شما کار کردم و دقیق فهمیدیم که چه رقم به ما الجبری به ما و شما بتا ما میتونیم رو چی کنیم تجزیه کنیم پس تجزیه دقیق فهمیدیم رو میفهمیم یا مطابقت است یا فاکتور گیری است خب حالی که تجزیه فهمیدیم پس ما تخته پاک میکنم و معادله درجه دوم یک مجهوله یا یک متحوله را به روش تجزیه کار میکنیم درست است خب شاگرده عزیز و گرامی حل معادله درجه دوم یک متحوله به روش تجزیه پس من نوشته کنم پس حل معادله درجه دوم گفتیم یک متحولش نوشته نمی کنیم می دیگه حل معادله درجه دوم به روش تجزیه خب تجزیه رو فهمیدیم چی است ما شما اگه فاضل جبری رو میتونیم به آسانی چی کنیم تجزیه کنیم یا فاکتورگیری یا مطابقت ها درست است خب حالا یک نکته بسیار مهم اساس و بیس حل معادله به این روش به روش تجزیه نیست که من نوشته می کنم دقت نشوید عزیز اگر ما شما داشته باشیم به با عنوان مثال داشته باشیم یک تا خانه خالی زب در یک تا دایره که دو, دو عدد قرار میتونه هر عدد قیمت گذاری شود ضرب از یا شود صفر ضرب دو, دو, دو تا عدد که دقیق قیمت گذاری میشه شده صفر چه نتیجه میگیریم با عنوان مثال اگر داخل از خانه خالی 5 باشد دایره باید چند باشد چقدر عزیز بگین 5 زبدر در چند میشه صفر آفرین باید دایره چی باشد صفر باشد پس نتیجه میگیریم که یا دایره صفر است اگر داخل دایره با عنوان مثال 5 باشد داخل خانه خالی باید صفر باشد چون 5 ضرب در صفر باز میشه صفر درست است پس یا دایره صفر است یا خانه خالی یا مربع صفر میشه پس اساس و بیس کار تجزیه همین اگر ضرب دو افاده با همدیگه ضربشان شود صفر یا افاده اول صفر است یا افاده دوم صفر است صحیح است اخونا جدا جدا مسئله با صرف میتونیم بانیم درست شد پس بیس کار تجزیه ان خب این چی به درد ما و شما میخوره دقت کنید به شکل است مثال کار من مثال یک مثال براتون تشریح میکنم تا بفهمید مثال معادله معادله های زیل را حل کنید یا کار کنید فیست معادله درجه دوم به ما و شما داده میشه به عنوان مثال به ما و شما داده چی؟ x مربع منف x مربع مساوی است با منفی 6x صحیح x مربع منفی 6x یک معادله درجه دوم است چون توان x ما و شما دو است خب شاگرد عزیز نکته بسیار مهم است در روش تجزیه باید چی باشد به شکل استاندارد نوشته کنم ما. یعنی تمام عناصر رو بیاریم در یک طرف و یک طرف مثلا ما شما چند باشد صفر باشد یعنی به این اگر یادتان باشد به این صورت بود که فرم استاندارد یادتان هست یعنی مدهی بالا نوشته میکنم بود a x مربع جمع بی اکس جمع سی مساوی است با صفر که گفتیم ای ما و شما صفر شده نمیتونه این فرم استاندارد معادله درجه دوم بود نه خب این معادله ما و شماست به شکل استاندارد با نوشته کنیم یعنی یک طرف مساوی ما و شما باید صفر باشد تمام حد رو در دا یک طرف انتقال میدم یعنی منفی شش x ما در بر انتقال میدم چی میشه میشه مثبت شش x پس میره کار میکنم پس این میشه x مربع مثبت 6x دو اوبر فقط صفر میمونه پس این شکل استاندارد شد پس شکل پس بهش باید بار نوشته کنم در روش تجزیه پس فکر باشد اول باید استانداردش کنی تمام حدا در یک طرف انتقال میدی خب شاگردای عزیز دقت کنید حال حالت دوم چی است باید تجزیه کنیم خب معنی افاده ایکس مربع مثبت شش ایکس تجزیه میکنم این از کدام روش تجزیه میشه از روش مطابقت نیست یعنی گفتم اول کار کردیم دیگه نه مشابه از این کار کردیم مطابقت نیست این چی است است در ذهن خود به این شکل من میگم میگم عزیز میگم ایکس مربع چی بوده بوده ایکس زبدر در و 6 ایکس چی بوده شش زبدر ایکس صحیح است ایکس و ایکس خب بین از چه مشترک است فقط یک تا x مشترک است پس x مشترکش میکنم قوس باز میکنم خب مشترک از یا چی بود شاگرد عزیز مشترک از یا ای ایکس بود در اینجا هم ایکس بود خب مشترک شده پشت قوس نوشته کردیم داخل قوس غیر مشترک ما و شما ایکس و دیگه چی دیم شش غیر مشترک بینشان علامه چی هست؟ علامه مثبت مثبت شش مساوی است با انی صفرم خودش نوشته کردیم پس شاگرد عزیز دقت کنید من چه کردم یک بار دیگه اول چی میکنه معادله رو میخوایم کار کنیم همه عناصر یا همه حددار در دا یک طرف انتقال میدیم یعنی به شکل استاندارد باید باشه کهش نوشتیم آل چی شد امی افاده که سمت چپ است امیر تجزیه میکنم یا مطابقت ها یا فاکتورگیری. گیری که در اینجا چی است گیری بود ما شما چی می تجزیه کردیم خب در اینجا چی است ضرب است حال دقیقا از این نقطه استفاده میکنه نقطه بسیار مهم ضرب دو شده صفر در اینجا بین این ایکس و قوس چی است ضرب است ضرب دو شده صفر نتیجه چی یا افاده اول صفر است یا افاده دوم صفر است پس به شکل ما کار میکنیم پس نتیجه میگیریم که یا افاده اول ما و شما x ما و شما مساوی با صفر یا x جمع 6 مساوی با صفر x جمع 6 مساوی است با صفر اردور مساوی با صفر میمانم خب تبدیل به چی میشه شاگرد عزیز تبدیل به معادله درجه اول میشه چون وقتی تجزیه میکنیم توان ما و درجه ما و شما یک تا کم میشه خب درجه اول دستین در فشتم یاد داریم بسیار آسان کار میکنیم خب x مساوی با صفر که جواب ما شماست این جواب است دورش خط میکشیم اما ایکس ایکس جمع مساوی با صفر مثبت شش رو باید دوبار انتقال بدیم چی میشه میشه منفی شش پس ایکس ما و شما مساوی است با منفی شش پس هر دو جواب ماده در ما و شما تا دریافت کنیم یک تا ایکس مساوی با صفر جواب است و یک تا منفی شش جواب ما است خب بیایم در معادله قیمت گذاری کنیم ما با اگه صفر رو چی میشه دی بر میشه صفر مربع دقت کنید صفر مربع مساوی است دی بر بانید منفیش. شش ضرب در صفر صفر مربع صفر 6 ضرب صفر هم میشه صفر صفر با صفر مساوی پس این جواب معادله است منفی 6 چک میکنیم چقدر در عزیز منفی 6 چک میکنیم به جای ایکس با چند بانیم منفی 6 بانیم پس دهی بر بانیم میشه منفی 6 مربع دو بر میشه منفی 6 ضرب در به جای ایکس هم بانیم منفی 6 پس میشه منفی 6 ضرب منفی 6 منفی 6 مربع چی میشه؟ میشه 6 6 36 مربع منفی را خلاص میکنه پس میشه 36 دو بر 6 6 هم 36 منفی در منفی مثبت 36 خب یه علامه نره الانش مثبت است دیگه پس 36 با 36 مساوی پس هر دو جواب ما شما صفر و منفی 6 جوابای ما شما شد صحیح پس فهمیدین چه رقم شد یک بار دیگه شاگرد عزیز دقت کنید یا را لازم نیست که موشمون نوشته کنه همین جواب کشتم 100 درصد درست است فقط ما برید ماندم که یک بار بفهمی که درست است ولی دیگه از بعد دیگه قیمت گذار نمیکنه فقط جواب کشتم صحیح است پس معادله درجه دوم به موشما داد در روش تجزیه گفتیم چیکار میکنیم اول تمام حد دار در یک طرف انتقال می‌دهیم که یک طرف موشم باید مساوی با صفر شود خب حالی که کار کردیم بعد چی میکنیم چقدر عزیز بعد اما افاده سمت چپ باید تجزیه کنیم تجزیه یا مطابقت هاست یا فاکتورگیری خب ما چه بود فاکتورگیری تجزیه کردیم و بعد از از این نکته استفاده میکنیم ضرب دو فاده شده شده باشه صفر چی میشه یا حد او... یا افاده اول صفر است یا افاده دوم صفر است هر کدام جدا جدا مثلا با صفر میمانم تبدیل به معادله درجه اول میشه درجه اول هم خو یاد دارم بسیار آسان میتونیم کار کنیم خب شاگرد عزیز ما چند مثال دیگه میخوایم کار کنیم که از مطابقت ها استفاده شود درست است پس تختر پاک میکنم و مثال کار میکنم شاگرد عزیز همراه ما باشید خب شاگردی عزیز و گرامی چند مثال دیگه کار میکنیم که از مطابقت ها کار کرده باشیم و بتونیم سوال ببینید که از مطابقت ها میشه سوال کار کرد پس مثال با ما شما این سوال داده گفتین معادلات دا کار کنید دقت کنید x مربع مساوی با 4 گفتین کار کنید خب گفتیم اول چی میکنیم کل حد دار یک دا دا طرف انتقال میدیم پس این میشه x مربع 4 دایبر دا انتقال شوه میشه منفی 4 مساوی با صفر خب حالی رو با تجزیه بسازیم x مربع منفی 4 کدا چی هست؟ این فاکتور میگیم نه خیر فاکتور نیست چرا چون بینشان چیز مشترک وجود ندارد اما مطابقت هست؟ بله مطابقت چی است مطابقت تفاضل مربع چون 4 ما میتونیم نوشته کنیم دو مربع پس این تبدیل به چی میشه به x منفی دو در x مثبت 2 مساوی است با صفر حال ضرب دو فاده شده چی صفر پس یا چند حد اول یا افاده اول صفر است یا افاده دوم صفر شده پس x منفی دو مساوی با صفر یا x جمع دو مساوی است با صفر خب این کار کو منفی دو دوار انتقال بده پس میشه x مساوی است با مثبت دو یک تا جواب و این هم کار کو مثبت دو رو انتقال بده پس x مساوی است با منفی دو دو تا جواب در دراف کردیم خلاص مادل درجه بسیار آسان تا کار کنیم سوال بعدی دقت کنید x مربع باندان مثال با ما شما بتا چی؟ منفی پنج اکسه منفی شش مساویسته با صفر خب گفته ای کار کنید خب تمام حدا یک طرف باید انتقال بدیم که خودش هست تمام حدا در یک طرف انتقال داده شده و خب حالا با تجزیه کنیم خب تجزیه میکنیم کار نداره چرا ما تجزیه میکنیم چی است فاکتور گریست میگیم نه خیر تفاضل مربعات است میگیم نه خیر چی است یک حد مشترک آفرین باید داده پیدا کنیم ضرب شوه منفی 6 جمع شوه منفی 5 چند چند میشه ام دو سه ضرب شش میشه ام یک شش میشه دقت کن شاگرد عزیز اگر من دو سه رو بانو دو سه شش علامه شش هست منفی است یک یا منفی باشه من من بانو مثال سه منفی میمانم دو سه شش مثبت در منفی منفی اما جمع از یار دو منفی پنج نمیشه منفی یک میشه پس های ما و شما غلط است پس عددهای ما و شما چند است یک و شش بوده و 6 هم منفی بوده شاگرد عزیز دقت کنید یک 6 6 مثبت در منفی منفی جمع از یار دو خب این مثبت است اون منفی هم علاوه نیست باید کم شوه میشه علامه عدد بزرگتر میشه منفی 5 پس حالی عدد ما و شما است پس به میشه میشه ایکس مثبت یک در x منفی 6 مساوی است با صفر ضرب دو افاده شده صفر یا اولی صفر است یا دومی صفر است پس یا x جمع یک مساوی با صفر یا x منفی 6 مساوی با صفر از این چی میشه x مساوی میشه با مثبت یک دوباره انتقال بدین میشه منفی یک و از این منفی 6 دوباره انتقال بدین میشه مثبت 6 پس x مساوی است با مثبت 6 پس ار دو جواب معادله تا نسیم دریافت کنه پس فهمیدین چه رقم شد دیگه شاگرد عزیز اینم از روش تجزیه است خب شاگردان عزیز و گرامی پس روش تجزیه در حل معادلات درجه دوم هم فهمیدیم و بسیار روش آسان و روش بسیار خوبی است درست است پس معادلات درجه دوم که ما شما میتا ما باید اول 100 درصد اول انتخاب ما روش ما و شما رویش... روش تجزیه است چون بسیار آسان است خب اما کارخانگی چی است کارخانگی شاگرد عزیز تمرین های صفحه 186 کتاب کار میکنه و با ما روان میکنید در طریق واتس اپ نمبرش هم 09964 780 255 4013 خب شاگرده عزیز و گرامی پایان درس چهارم از فصل هفتم شاگرده عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا نگهدارتان